با درود به هممیهنان و همسفران ارجمند، همسفران و هممیهنان گرامی که دوستدار این میهن و تاریخ این میهنند و با هم سیر و سفر رو دنبال میکنیم. در دوره هخامنشیان هستیم و قبل از اینکه به پایان برسیم من اشاره‌ای به سلسله شاهان کردم، منتها چیزی که در تاریخ مهمه فقط این نیست که فلان شاه به کجا لشکرکشی کرد یا به قول اخوان ثالث تاریخ رو اینجوری بنویسن دوش ماه نو را در آینه دیدیم، مادیان سرخ فام ما سکرت تا سحر زایی تان عموی پیر تاریخ بنویس که مادیان ما زایید و ما دیشب ماه نو رو دیدیم، که رسم بود که شاعران موقعی که شاه در دوره سلجوقیان و غزنویان ماه رو نو میکرد شعری میسرودند. مثلا یادم نیست فکر مال عنصریه ماه چو ابروان یاری گویی، یا نیچ و کمان شهریاری گویی، لعلی زده از زر عیاری گویی، در گوش سپهر گوشواری گویی، که رد پای از خودشون به جا میذاشتن. ما در تاریخ باید بریم تو کوچه پس کوچه ها، جایی که مردم زندگی میکنند و واقعی ببینیم، برای اینکه قصدمون سرگرم شدن و سرگرم کردن نیست، بلکه آموختن از تاریخ، برای اینکه با شناخت گذشته و ها بتونیم آینده رو بسازیم و پا به سرزمینی بگذاریم، به آینده‌ای که امید داریم و بخوانیم که در دور دست این شب تاریک بی پگاه صبح است آن که میشه کفت در غروب راه. از زنان و زبان و خط و صنعت کمی گفته شد، اشاره شد، و باید از هنر و فرهنگ نیز گفت که این بیشترین چیزی است که مورد حمله است الان، مورد حمله ارتجاع، مورد حمله تاریخ نویسان قلم فروش در حقیقت، مورد حمله آخوندهایی که این سرزمین رو اصلا ارث و میراث پدریشون میدونند و با به کار گرفتن فرهنگ و سنت های مردم که مملکت آقا مملکت امام زمان، فرهنگ خودشون رو در همه جا دارن گسترش میدن، که البته با شکست روبرو شده. شما توجه بکنید که بدون دشمنی و بدون توهین و با احترام میشه این سوال رو روی میز گذاشت که به چه دلیلی سرزمین ما به سرزمین فرهنگ شادی ها و جشن ها بوده، سرزمینی که در 12 ماه سال بنابر روایت تاریخ جشن های متعدد داشته و شادی در اون مقدس بوده، باید به وضعیتی بیفته که با فرهنگ آخوند یک ماه که سراپا سیاه پوش، محرم، ماه رمضان همینطور، کلی نمیدونم سوگواری و این چیزها، چون این فرهنگ کمک میکنه. این فرهنگ واقعا بدون تعارف میگم دو تا از پایه‌های اصلی استحکام بخشیدن به رژیم ملایان همین رمضان و محرم، اگرچه در حیطه مردم گرامی است و نباید اسای ادبی کرد، ولی آخوند با این میخ خودش رو میکوبه و چون معتقده که با این و فرهنگ مشابه این میشه میخ خودش رو بکوبه و حکومت بکنه، سعی میکنه فرهنگ‌های دیگر و فرهنگ‌های مردم رو جارو بکنه، که موفق نمیشه. ایران در تطاول و تهاجم بسیاری از چیزهاش از نم تیغ گذشت و ممنوع شد، ولی ما هیچ ملتی رو بدون هنر و فرهنگ نمیتونیم تصور بکنیم. همینطور که هیچ جنگلی رو
بدون وزش باد که شاخه های اون رو به صدا در میره و آواز پرندگان گوناگون نمیشه مجسم کرد. شما جنگلی رو در جهان نمیابید که از آواز پرنده و جانور تهی باشه. شاید با مسامحه گفت که فرهنگ و هنر جنگل همون آواز پرندگانی است که میخونند. از 5000 سال قبل در مورد رقص و آواز اسناد میگن که در این سرزمین، بر فلات این سرزمین، ساکنانش آواز میخوانند و میرقصیدند. یکی از نکات مهمی که ما با توجه بکنیم و به نگاهبانان حفظ این فرهنگ ادای احترام بکنیم، نکته‌ای که من بارها در بحث‌های تاریخ اشاره کردم، شما نگاه بکنید ایران پس از هجوم مهاجمان و پس از جنگ قادسیه و سرکوب‌ها و کشتارها، چیزی که خیلی‌ها می‌پوشونن، من خواهش می‌کنم از کسانی که مسلمان هستند ولی منصف در عین داشتن اعتقادات خودشون به این میهن که ناموس مشترک تمام ماست و اگر که لطمه بخوره چیزی برای ما باقی نخواهد ماند. ما بر دامان این پرورده شدیم، هم از فارس و ترک و کرد و لور و مسلمان و بلوچ و عرب و مسلمان و مسیحی و کلیمی و زرتشتی و بیدین و بادین. این مادری است که بچه های گوناگونی رو زاده و پرورده. نگذاریم که دامان این ناموس مشترک، دامان این مام عزیز لکه‌دار بشه و ازش دفاع کنیم. و یکی از دفاع‌های درست احترام گذاشتن به فرهنگی است که این مادر داشته، به آیینی است که این مادر قبل از قبل‌های قبل داشته، و نیز احترام گذاشتن به کسانی که این آیین و فرهنگ رو حفظ کردند. وقتی که مهاجمان حمله کردند، ایران رو گرفتند، در آغاز سرکوب بود و کشتار. ایران اولا کم کمک فتح شد. عده‌ای فکر میکنند که یک شب سپاهیان آزادی بخش اسلام، بنا به تعبیر تشریحاتی که من سابقا توش بودم، تو تقویمش نوشته بود، تقویم مجاهد، ورود سپاهیان آزادی بخش اسلام، یعنی هیچ چیز اینها از تاریخ اسلام نمیفهمند، از تاریخ ایران نمیفهمند، یعنی کور مطلق. اگر میفهمیدن این چنین نمی نوشتن و اگر میفهمیدن طور دیگه عمل میکردن. اینا اومدن در طول سالها پس از در هم کوبیدن مقاومت ها، پس از اینکه حدود به قول زرینکوب طی 100 سال 200 بار ایرانی ها شوریدن جنبش های عظیمی مثل استاسیس، مثل المغنه، مثل بابک خرمدین و خیلی های دیگه، با اندیشه ایرانی و ایدئولوژی قبل از اسلام شکل گرفت و در هم کوبیده شد و سرانجام گل همه اینها جنبش یعقوب لیث صفار. اینها موفق شدند به هر حال سلطه خودشون رو برای این مملکت اعمال بکنند. در کنار این سلطه نظامی که شمشیر اون رو حفاظت میکرد، شمشیر خونریز و شلاق و جزیه گرفتن ها و غارت مردم و فروش زن و بچه مردم در کشورهای دور از ایران، اینها موفق شدند که، یعنی اومدند و عده زیادی رو آوردند به ایران، قبایل مختلف رو اسکان دادند در کنار پادگان ها تا جلوی شورش های مردم رو بگیرن. و اینها خیلی هاشون همون اعراب ایرانی شده ای هستند که الان در خوزستان و نقاط مختلف دیگه زندگی میکنن، اگرچه خیلی هاشون فراموش کردن که رگولیششون کجاست و مهاجر هستن. ایران این چنین اندک اندک فتح شد ولی اینا موفق نشدند مردمان سرزمین هایی رو که در کوهستان ها در اطراف ایران در جای صعب العبور زندگی می کردند و انسان های جنگاور و شجاعی بودند
به زیر سلطه خودشون در بیارن و اگر هم موفق شدن گاه به زیر سلطه بکشن، نتوانستند فرهنگ اونها رو سرکوب کنن. شما نگاه بکنید، ایران رو مجسم بکنید و در عالم خیال اگر امکانش بود در ایران بودید، در عالم واقع راه بیفتید و ایران رو بر لبه مرز یک دور بزنید، از پایین بلوچستان و سیستان، بعد میایید بالا خراسان، بعد میایید گیلان و مازندران، بعد آذربایجان، بعد کردستان، بعد لرستان، بعد خوزستان و سواحل خلیج همیشگی فارس. اینها هم مقاومت کردند، هم فرهنگ خودشون رو حفظ کردند. ببینید اینها همه رقص دارند، کردها میرقصند، لرها میرقصند، بلوچ ها میرقصند، انواع و اقسام رقص ها، رقص های آیینی، رقص هایی که قدرت بدنیشون افزون میکنه، رقص هایی که سمبل اتحاد هست، زن و مرد دست در دست میرقصند و آواز میخونن، سازهای خودشون رو حفظ کردند. در حقیقت اینها که باید در مقابلشون سر تعظیم فرود آورد، در مقابل کردها، در مقابل لورها، بلوچها، سیستانیها، خراسانیها، مازندریها و تالشیها و آذریها، اینها بزرگترین نگهبانان و نگهدارندگان و حافظان بخش عظیمی هنر و فرهنگ ایران، ایران قبل از اسلام هستند. وسط ایران و اینا صاف کردن. ما در اصفهان، در کرمان، در یزد، در نمیدونم قم، در بم رقص و آواز و فرهنگ خاص خودشون رو نداریم، زبان خودشون رو نداریم. ببینید اینا بعضی وقتا بحث سر تجزیه است و نمیدونم که چون زبان کردی با زبان فارسی فرق داره، ستم ملی شده یا لرها نمیدونم منطقه شون جداست، باید اینا خود مختار باشن، جدا باشن. اینا بحثایی است که بعد از اینکه ایران آزاد شد باید این بحثا رو کرد. الان یک دشمن مشترک وجود داره برای همه اقوام ایرانی. تا تکلیف این روشن نشده و تا نمایندگان مردم در مجلس آزاد تصمیم نگرفتند، هر نوع دم از تجزیه زدن و جدایی جز خیانت به ملت و تاریخ ایران نیست. ما از زیر بوته عمل نیومدیم که مثل ماجرای پس از جنگ جهانی اول و دوم که تاریخ سوریه، تاریخ عراق، تاریخ نمیدونم کشورهای دیگه مثل اردن اینا بیش از 70-80 سال نیست. تازه اینا خودشون ادعایی نیست، ولی بخشهایی از ایران کهن قدیم بودن که در حوادث تاریخی جدا شدن و الان دیگه جهان شکل خودش رو گرفته و هر نوع جدایی جز مایه کشت و کشتار و جنایت نیست. همونطوری که اشاره کردم جنگ بین حکومت ها و ملت هاست. تاریخ ملت ها و تاریخ حکومت ها فرق میکنه. برگردم سر اصل مطلب، بحث سر این بود که حافظان و نگاهبانان فرهنگ قبل از اسلام اتفاقا فارس ها نیستن، چون فارس اصلا قوم نیست. فارس به نظر من یک فرهنگه، یک فرهنگی که همه ایرانی ها اونو ساختن و بگردیم و فارس پیدا بکنیم در ایران، ولی لور و کرد و ترکمن و بلوچ ما میتونیم پیدا بکنیم. اینها کسایی هستند که با مقاومت نظامی خودشون به دلیل جنگاوری، به دلیل شرایط جغرافیایی موفق شدند که زبان رو حفظ بکنن، رقصشون رو حفظ بکنن، سازهاشون رو حفظ بکنن، موسیقیشون رو حفظ بکنن، آوازهای خودشون رو داشته باشند. و اگر ما به دنبال فرهنگ قبل از اسلام میگردیم، بیش از اون که در میان فارس ها به دنبال این فرهنگ بگردیم، باید در میان کرد ها و لور ها و بلوچ ها و آذری ها اینا دنبال این فرهنگ بگردیم. این یک نکته که باید به اون اشاره میشد. ولی جدا از این، جدا از هنری که در میان مردم رشد میکرد، دولت قدرتمند و امپراتوری عظیمی مثل دولت هخامنشیان به هنر نیاز داشت برای اینکه خودش رو ارائه بکنه، برای اینکه عظمت خودش رو نشون بده. و ما اینجا شاهد یک نوع هنر
اشرافی و امپراتوری و پرشکوه هستیم که در زمین‌های مختلف خودش رو نشون میده. خیلی زمین‌های این هنر به تطاول رفته، اسنادش از بین رفته، به خصوص فقط حمله اعراب نبود یا حمله اسکندر. ما در دوره ساسانیان نیز چنانکه بسیاری از مورخان میگن شاهد نابودی بسیاری از اسناد گذشته هستیم، برای اینکه در دوره اشکانیان به نوعی مسامحه دینی وجود داشت و دولت ساسانی دولتی بود که یک مغ اونو بنیانگذاری کرد، کسی که رئیس یک معبد بود و مثل همه دولت‌هایی که سر کار میان برای اینکه گذشته رو از آن محو بکنند و پایه‌های قدرت خودشون رو مستحکم بکنند، چون اشکانیان حدود 500 و چند سال حکومت کردند، همیشه خطر این وجود داشت که نوعی بازگشت به گذشته ایجاد بشه. چنانکه اگر تاریخ ایران ما بخونیم می‌بینیم که بعد از سقوط سلسله صفوی تا مدت‌ها مردمی که عادت کرده بودند از اینکه دو قرن با صفویان باشن، علارغم ظلم و جور و سرکوب، ولی مشروعیت دولت‌های نادرشاه افشار و کریم خان رو به سختی میپذیرفتن. به همین دلیل اینها نوادگان و نبیرهای بازمانده از صفویه رو تا مدت‌ها حفظ میکردن برای اینکه مشروعیت بدن. حالا تو دوره ساسانیان نیست، برای اینکه پای مشروعیتشون صفر بکنن، خیلی اسناد گذشته رو از بین بردن، خیلی از چیزهایی رو که در دوره قبل وجود داشت. اینها یک هنر، برگردیم به دوره هخامنشیان، یک هنر اشرافی ایجاد شد به کمک سیل طلا و مالیات هایی که دولت می گرفت و هنرمندان رو به کار گرفتن. معماری اون دوره هنوز باقی مونده، برخلاف اسناد و شعر و موسیقی، اینا که موفق شدن بالاخره یاد بین ببرن که بابا تو میان اقوام ایرانی دنبال اون بگردیم، ولی معماری باقی مونده، اگرچه ویرانهاش و چیزی مثل تخت جمشید سر برآورد که تجسمی عظیم از هنر دوره هخامنشی رو نشون میده. و از این زاویه اگرچه در کنارش باید رنجی رو که اینها تحمل میکردن، مالیات هایی که به کار گرفته شد ببینیم، ولی از یک طرف ما مجموعه عظیم از ابتکار و خلاقیت رو در معماری میبینیم که میتونه به ما بفهمونه که در گذشته دولت های ایران چگونه بودند. همینجا من تأکید بکنم، اگرچه باید تضاد بین مردم استثمار شده، مردم تحت ستم رو با اشرافیت و دولت‌ها همیشه در نظر داشت و رفت و سرگذشت هر دو رو خوند، ولی نباید نفی کرد، برای اینکه یک تفاوت این تاریخ با خوب و بدش با تاریخ بعد از اسلام داره که هر چه بود از درون ایران سر برآورده بود. اگر قلدری هم بود، زورگویی بود، شاهی بود، ایرانی بود، ولی پس از اسلام ما در حقیقت مستعمره بودیم، ما دیگه خودمون نبودیم. و همین جاست که وقتی که تو این معادله میخوایم بررسی بکنیم، من به من یک ایرانی تاریخ گذشته خودم رو نفی نمی کنم، حتی در تاریخ حاکمان رو و اون رو بخشی از تاریخ واقعی ایران میدونم، تاریخ دوران هخامنشیان، تاریخ دوره سلوکیان، تاریخ دوره اشکانیان و ساسانیان، ولی تاریخ بعد از اسلام مال من نیست، چه در زمینه فرهنگی چه در زمینه سیاسی. برای اینکه تا مدت‌های مدید حتی پادشاهان ایران با همه قدر قدرتیشون، مثل سلجوقیان، مثل یک پادشاه قدر قدرتی مثل سلطان محمود غزنوی، اینها نام خلیفه رو قبل از خودشون می‌بردند، یعنی جیرکار و باجگزار خلیفه عباسی بودند، خلیفه مسلمان بودند، اگرچه به اسم. بنابراین اگر ما تاریخ گذشتمون رو نفی بکنیم، همونطور که آخوندان نفی می‌کنن، مجبوریم تاریخ جعلی آخوندساخته رو بپذیریم. و وقتی تاریخ جعلی آخوندساخته رو پذیرفتیم، فرهنگ آخوندساخته رو می‌پذیریم و این فرهنگ ما رو از خود بیگانه و تهی می‌کنه
و موجب میشه زیر یوغ 40 ساله فرزند آخوندها بمونیم که واقعا مال و جان و ناموس ملتی رو دارن به باد میدن. در تخت جمشید بساط حکومت هخامنشی گسترده بود. شروع تخت جمشید در زمان داریوش بود، در زمان کوروش نبود و بیش از 150 سال ساختمان آن ادامه داشت. معماری تخت جمشید و معماری های شبیه اون تلفیقی بود از هنر تمام ملل تابع ایران. یعنی وقتی ما تخت جمشید رو میبینیم باید یادمون بیاد که این بنا که شامل چندین کاخ و عبادتگاه هست و روی صفه‌ای به مساحت 2 کیلومتر مربع ساخته شده و در اون سنگ‌هایی به کار رفته که گاه تا 25 تن وزن دارند و تالاری رو داره که حدود 10,000 نفر رو میتونه در خودش جا بده. تالاری که امروز ما در کشورهای اروپایی شاهدیم که مثلا برای بررسی‌هاشون، برای خلاصه مراسمشون استفاده میکنن، اون زمان در زمان هخامنشیان چنین تالاری وجود داشته. ارتفاع ستونهای کاخ خشایارشاه در تخت جمشید 20 متر ارتفاع داره و چنان ظرافتی و هنری در تراشیدن ستونها به کار رفته که بی نظیره. هنر مجسمه سازی، پیکر سازی، سنگ تراشی در این کاخ در اوج و همین پنبه حرفهای بیپایه کسانی رو که میخوان بگن آقا ایران زمان قبل از اسلام نه شاعر داشت، نه نویسنده، نه فیلسوف، چون هنر یک مجموعه است، فرهنگ مجموعه است. نمیشه که ایرانی ها کاخی رو به این ظرافت داشته باشه حکومتشون، ولی در این مملکت از بقیه رشته های هنری خبری نباشه. تخت جمشید، در تخت جمشید فقط مجسمه های خودش رو نداره که هنرمندان تراشیدن، هنرمندان بابلی و فینیقی و سومری و مصری که و معمارانی که از سایر کشور اومدن و اینها رو ساختند، بلکه بسیاری از مجسمه هایی از سرزمین های فتح شده به تخت جمشید آورده شد و در بنای تخت جمشید به کار گرفته شد. این گوشه ای از ماجرای هنر هست در روزگار هخامنشیان. حالا ادامه که بدیم بیشتر خواهیم پرداخت به، وقتی تاریخ هر چی جلوتر میام روشن‌تر میشه، به موسیقی دانان که نامشون به یادگار مونده، به دستگاه های موسیقی که به یادگار مونده و دوباره کشف شد پس از مشروطیت توسط بزرگان موسیقی ایران و در میان دورگردان، در میان ایلات و عشایر، در میان اقوام زنده بود و اونا کشف شد، خواهیم رسید به اونها. اجالتا به همین اندک از بسیار اکتفا میکنم و با خوندن شعری که یک بیتش رو در آغاز خوندم پایان میدم به این بخش. در سفر در راه‌های تاریخ ایران و در سفری در زمان به سوی صبح روشن تاریخ ایران، در دور دست این شب تاریک بیپگاه، صبح هست آن که می شکفت در غروب راه. گفتندمان هزار حکایت مرو، بمان در این گذر شکسته بسی لشکر و سپاه. گفتندمان هزار دل پرشکوفه شد در سوز سرد و صورت این راه‌ها تباه. برخواستیم و رقص کنان نعره ای زدیم، ما را چراغ باش تو ای قلب بیگناه. بر خاک تیر پاره نوری نمانده، لیک مشروع نیست در نظر ما شب سیاه. بنگر بر آسمان و نگه کن که اندر آن بیهوده نیست چرخش پرگار مهر و ماه. آیند و
می روند و به هر لحظه قصه ای گویند در گذشتن بسیار شیخ و شاه، که این ره اگرچه می گذرد در شکنج خون، او راست منتظر به نهایت یکی پگاه، کاندر بسیط شادی شورندش نماند از بعد وصل هیچ نشانی ز اشک و آه، در دور دست این شب تاریک بی پگاه، صبح هست آن که می شکفت در غروب راه، صبح تاریخ ایران هم فرا خواهد رسید پس از رنج ها و راه ها. پیروز باشید و تا برنامه دیگر.